امروز در خدمتتون هستم با آموزش بافتنی که از طریق این بافتنی میتونید شما هم چیزهای تزئینی رو ببافین، هم بافتهایی رو که میخواید در اندازه‌های بزرگتر باشه. منتها اصول اولیه بافت رو من امروز بهتون میگم که بتونین از طریق اون بافت‌ها رو انجام بدین. در اول وسایل رو معرفی میکنم خدمتتون. ما احتیاج به میله بافتنی و کلاف کانوا داریم که بر اساس ضخامت کانواتون میتونید ضخامت میلتون رو هم تغییر بدین. کاغذهایی که دور کلاف کانوا پیچیده شده، ضخامت میل بافتنی مربوط به اون رو روش نوشتن. برای شروع کار ابتدا سرانداختن رو من بهتون آموزش میدم. نخ رو بین انگشت اشاره و انگشت شست قرار میدین. اضافه نخ رو با انگشتان دیگه‌تون نگه میدارید. میل رو زیر نخ میبرید با نخی که از زیر انگشت شست اومده و از روی انگشت سبابه سر میندازید. این صورت این میشه نحوه سرانداختن بافتنی. برای بافتنش من یک نمونه آماده شده اینجا دارم خدمتتون میگم. شروع میکنید به بافتن. میل سمت راست رو داخل اولین دانه میل سمت چپ برده از طرف خودتون به سمت بیرون، نخ رو دورش حلقه میکنید، با اشاره انگشت از داخل دانه میاریم بیرون. مجدداً میل رو داخل دانه دوم میبرید، نخ رو دورش حلقه میکنید، با این میل نخ رو نگه میدارید و با این دست کمک میکنید نخ رو از داخل دانه بیرون میکشید. به این صورت دانه از میل سمت چپ منتقل میده سمت راست میشه. به این صورت میل رو داخل دانه میبرید، نخ رو دورش حلقه میکنید و از داخل دانه میل سمت چپ دانه رو بیرون میارید. و به این صورت دانه ها از میل سمت چپ به میل سمت راست منتقل میشه. این بافت، بافت زیر بافت یا بافت کبریتی یا در کتاب ها به نام بافت رکن هم نوشته شده. تمام دانه ها از زیر بافته میشه، نخ به هیچ عنوان روی کار قرار نمیگیره. تمام دانه ها در تمام رج ها به صورت زیر بافته میشه. دانه ها منتقل میل سمت چپ شد. به این ترتیب باز مجدداً این دانه ها رو شروع میکنین از زیر میبافین. بافتی که ما در نهایت خواهیم داشت این بافت هست، بهش بافت کبریتی یا رکن میگن. اصول اولیه همه بافت ها توسط این بافت بافته میشه. همونطور که همتون میدونین بافتنی کاربردهای خیلی وسیعی داره. من الان در اینجا علاوه بر اینکه این بافت رو بهتون آموزش دادم، میخوام این بافت رو در قالب یک حشره تزئینی یا کرم تزئینی بهتون نشون بدم که این هم توسط همین بافت بافته میشه. این میتونید شما سر بندازید. معمولا چون کرم در طبیعت هم به رنگ سبز دیده میشه، من از رنگ سبز استفاده کردم. شما 8 دانه سر میندازین، 20 رج این رو به همین صورت بافت رکن میبافید، آماده میکنید. در آخر تعداد دانه هاتون رو از داخل یک سوزن رد میکنید، نختون رو، همه دانه ها رو از این سوزن رد میکنید که همه جمع بشن یک جا و سر کرم جمع باشه. شروع میکنید با همین نخ اضافه این کرم رو درزش رو میدوزید. در انتها یک سوراخی رو باز میذارید، از داخل اون با استفاده از پشم شیشه یا پنبه توی اون رو پر پشم شیشه یا پنبه میکنید و این سوراخ دیگر رو هم باز دوباره میدوزید. من الان این رو براتون انجام میدم. انتهای این کرم رو میدوزید، بعد این حاشیه هایی که روی کرم کار شده اینها با یک رنگ پر رنگ تر روی کرم کار میشه. انتهای کرم رو دوباره میدوزید، خب محکم میکنید. با یک نخ پر رنگ تر روی کرم به صورت بخیه های افقی از بالا به پایین شروع میکنید کوک زدن. این انتهای گره نخ رو هم در بافت کور میکنید. به این صورت با فاصله
این کوکا رو روی بدن کرم انجام میدیم. تا انتها. مثل این نمونه آماده شده که من از قبل براتون آماده کردم. به دلیل ضیق وقت من الان چشمای کرم رو هم براتون کار میکنم که این کارمون در این جلسه تموم بشه. با یک نخ مشکی به خاطر اینکه چشماش مشخص بشه در این قسمت سر میتونید دو تا بخیه بزنید به عنوان چشمای کرمتون. ادامه نخ رو باز میتونید در یک نقطه از بافت محکم کنید که بعدن شکافته نشه. به این صورت گره هایی رو که باقی مونده از کارتون با یک میله قلاب یا یک شی نوکتیز به داخل بافت میکشید و به این صورت ما این کرم رو خواهیم داشت. بعد میتونید با دست به هر صورتی که خواستیم فرم بدین. هم میتونید از این به عنوان تزیین روی گلدونهاتون، به عنوان تزیین روی ستونها و یا اینکه تهش راه‌آهن رو با بچسبونید و روی یخچال یا کابینتاتون ازش استفاده کنید.